اینجا استودیو مرکزی تلویزیونی ورزش است. شما برنامه اطلاعاتی هفته ورزش را تماشا دارید. در استودیو با شما هستم من فریدون سفرزاده و در ایدوما شما را از رویدادهای مهم هفته ورزشی کشور آگاه میکنم. نخست با سرخط خبرها متوجه میشیم و پس آن برنامه را ادامه میدهیم. پیشوای ملت در شهر دوشنبه اکادمیای فوتبال یوونتوس را افتتاح نمودند. بازگشت آیت الله قمری از قهرمانی جهان اوید با جودو میان سابقه داران. مسابقه کشاد نوحیوی اوید با گوشتین طرز آزاد در نوحیوی بابا جون غفوروف نزدیک 300 نفر گوشتینگیری نورس را به هم آورد. آغاز مسابقه فوتبال خرد میان 32 دسته در نوحیوی واسه. چمپیونات تاجیکستان اوید با تنیس در شهر خوجند انجام یافت. کودکان و نورسان شهر کولوب در مسابقه دوچرخه سواری مهارت سنجی کردند. بینندگان گرامی، هفته ورزشی کشور را از مراسم افتتاح اکادمی فوتبال یوونتوس در شهر دوشنبه که هفته سپری شده با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صورت گرفت آغاز میکنیم. اکادمی فوتبال یوونتوس در کشور نخستین مکتب فوتبال کسبی اروپایی برای کودکان و نورسان محسوب میشود. شرح بیشتر موضوع در گزارش. 13 سپتامبر با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت مجمعه معاصری ورزشی و فراغتی که از تالار محتشم ورزشی UFC جیم و اکادمی فوتبال یوونتوس عبارت است مورد بهره برداری قرار داده شد. مجمعه ورزشی و فراغتی از جانب صاحبکاری وطنی رئیس شورای گروه شرکت های 55 گروپ دوران جوره جهتی در عمل تطبیق نمودن سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به اومبی گردانی ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در جامعه با خرج زیاد از 3 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از شرایط و امکانیت فراهم گردیده در اکادمی یوونتوس در جمهوری تاجیکستان که نخستین مکتب فوتبال کسبی اروپایی برای کودکان به حساب می رود شناس گردیده به اقدام مؤسس بهای بلند دادند. بلندی میدان بالا پوشیده فوتبال اکادمی 17 درازیش 80 و پهنایش 40 متر را تشکیل داده، عین زمان در میان میدان های بالا پوشیده اکادمی های عمل کننده یوونتوس در جهان بزرگترین به حساب می رود. همزمان در داخل میدان منیتوری کلان با بلندی 14 متر و درازی 7 متر نصب گردیده در آن رفتی تمرین ها به طور مستقیم پخش می گردند. وقتی تعلیم و تمرین کودکان و نورسان از سن 5 تا 16 ساله اوید به فوتبال طبق متدولوژی یوونتوس توجه به قابلیت تکتیکی و تکنیکی، اصول بازی، پهلوهای ورزشی، روانی و بر رشد همه‌جانبه بازیکنان روانه می شود. طبق قرار رهبریت لایحه در هر یک گروه دو جای برای کودکان از آیله‌های نیازمند جدا شدند که با توصیه مربیان و گذشتن از سنجش و تمرین ها جلب می شوند. اصول اکادمی یوونتوس هم تعلیم و هم رشد ملکه های فوتبال و آموزشی و تربیوی را در بر می گیرد. از جنبه فراغتی و ایجادی بازی فوتبال سر کرده بازیگران و فعالیت های جلب کرده می شوند که بر رشد همه جانبه آنها در محیط بی‌خطر نگرانیده شده اند. استادامون برای هر یک کس اهمیت می دهند و مشق های مهم به فوتبال یاد می دهند. خیلی نقص باعث کنی تو رو به المپیاد ها می برند و مثل بازیگران مسی، رونالدو مشهور شدنت ممکن می باشند. هدف اکادمی آن است که از حساب نسل نورس فوتبال بازان ماهر را تربیت نموده در آماده گردانی ورزش و طرز حیات سالم و باز هم رشد بخشیدن فوتبال در مملکت سهمگذار باشد. باشگاه یوونتوس اکادمی کودکانه فوتبال خود را داشته، آن با برنامه های مخصوصی تمرینی خود
از دیگر اکادمی های فوتبال فرق میکند. محض با طرح ریزی برنامه های آموزشی از جانب متخصصان ایتالیایی اکادمی یوونتوس در زیاده از 50 کشور دنیا 65 نمایندگی خود را دارد. طولی شش ماه خیلی که من در دوشنبه هستم منتظرم نبودم که چونین کودکانی توجیک سطح بازیشان این گونه بلند است و آن شرایطی که اکادمی یوونتوس در دوشنبه فراهم آورده است باور دارم که بر رشد فوتبال در کشور سهم خواهد گذاشت و در آینده نزدیک ما فوتبالبازان توجیک را در دسته های اروپایی خواهیم دید. Couple of years we're going to see a lot of Tajik name in the European League. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت آزاد و صمیمی با فوتبالبازان نورس پایتخت اظهار داشتند که از چنین شرایط مساعد همه جانبه استفاده نموده بیشتر به مشق و تمرین مشغول شوند و در مسابقه های سطح بین المللی نامبرداری دولت و ملت خیش باشند. ساعت به وقت دوشنبه 2:50 دقیقه است و ما حالا حیات اجادی برنامه هفته ورزش در این دیلی شب در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه هستیم تا سابقه‌داران جدای کشور را استقبال گیریم. یادآور میشویم که سابقه‌داران جدای کشور در قهرمانی جدو در شهر کراکوی لهستان میان سابقه‌داران 10 نفر شرکت ورزیدند و میان آنها 2 نفر به گرفتن نشانی برنجی و 2 نفر دیگر به گرفتن مقام هفتم نائل گردیدند و حالا چند لحظه پس آنها از خط سیر میونخن دوشنبه فرود میویند و ما آنها را استقبال میگیریم. جوداکاری تاجیک آیت الله قمری که در قهرمانی جهان آید به جودو میان سابقه‌داران نشانی برنجی به دست آورده بود و شهر دوشنبه برگشت. او را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه یاران و دوستان نمایندگان سایه ورزشی مملکت و نزدیکان و پیوندان گرم و صمیمی استقبال گرفتند. یادآور میشویم که قهرمانی جهان آید به جودو میان سابقه‌داران از 8 تا 11 سپتامبر در شهر کراکوی لهستان از روی 14 وزن میان مردان و بانوان با اشتراک 837 جوداکار از 59 کشور جهان دایر گردید. من اولا منداری خود را با استادان ورزشکاران پیشواز گیرندگان میرسونم که در همین نیمی شب ما را قدردانی کردن و پیشواز ما آمدن و بعدا ما در چمپیونات جهان دولت پولش را برگزار گردید و این سابقه‌داران از روی کتگوری اشتراک نموده سازواری میدالی برنجی قهرمان جهان گشتیم. هر یک ورزشگر ما از تاجیکستان 2 ورزشگر من آیت الله قمر و نعمت اسلام قلوف من از روی کتگوری M1 یعنی 30 تا 34 34 ساله میدالی برنجی به دست آوردم. با جز از آیت الله کشور ما را در این مسابقات فراقاروی 9 نفری دیگر هم نمایندگی کردند و میان آنها آیت الله قمری و نعمت الله اسرانقلوف برندگان نشانهای برنجی قهرمانی جهان گشتند. دیگر اعضایان منتخب کشور از جمله قطب الدین بهادروف، عبدالفیض صالحوف، صاحب نظر حیدروف، جانیبیگ محمودزاده، شاه حسین رحیموف، ولی سلطانزاده، فریدون استاپیروف و صابر شریپوف نتیجه دلخواه نشان داده نتوانستند. از استقبال جوداکاران کشور همکنون میرویم به چمپیونات تاجیکستان آید به تنیس که در شهر خوجند تنیس بازان را از قلمرو کشور به هم آورد. والیبان این چوربینی ورزشی حقوق اشتراک در مسابقه بین المللی آید به تنیس که در کشور ملایزه دایر میگردد پیدا میکنند. پس کیها غالب آمدند در ادامه برنامه تماشا میکنیم. هفته سپری شده در میدان تنیس بازی مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 1 شهر خوجند چمپیونات تاجیکستان آید به تنیس برگزار شد که از نظر ماهیت ایجادی برنامه هفته ورزش دور نماند.
در این چورابینی ورزشی بیش از 80 نفر تنیس بازانی تا 10 ساله، از 10 تا 18 ساله و از 18 ساله بالا از شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت‌های سود و ختلان اشتراک نموده، در نمودهای انفرادی، جفتی و جفتی آمیخته بین هم سبقت کردند. مورد به ذکر است که نمودی تنیس یکی از نمودهای محبوبی ورزش است که سال از سال در کشور ما رشد و نمو یافته ایستاده است و در ولایت سوخ در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های کشور این نمودی ورزش سال از سال رو به انکشاف نهاده، عموی گردیده ایستاده است. Мне понравилось участие. Всё было хорошо. Заняла первое место в одиночку. Я уже занимаюсь почти 4 года. Мне очень нравится этот вид спорта. Я благодарю организаторам и тренерам Амвар и Азам. Чемпионати Тоҷикистон оид ба теннис дар шаҳри Хуҷанд давоми 5 рӯз дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифт ва доварон дар ҳамаи сину сол ғолибону ҷоизадоронро муайян намуданд. Мустафо Бобоев, варзишгари шаҳри Душанбе ва Ясмина Қурбонова, теннисбози вилояти Суғд, байни варзишгарони то 10 сола ба гирифтани нишонҳои тилло ноил гардиданд. در بین ورزشکاران 11-12 ساله تنیس بازی شهر دوشنبه امینه بیکوا و ورزشکاری ولایت سوخت احمد جان واسیتوف صاحب نشان های زرینی مسابقه شدند. دو ورزشکاری دیگری شهر دوشنبه محمد میرزایف و انیسا یحییایی و میان 13-14 ساله ها ظفر یافتند. در بین تنیس بازان 15-17 ساله نیز مقام های اول را تنیس بازان شهر دوشنبه احمد جان قاسموف و سمیه توختایی و صاحب گردیدند. مرحمتشاه خیامبکوف تنیس بازی ولایت سوخت میان تنیس بازان از 18 ساله بالا با گرفتن نشان طلا مشرف گردید. دوم بار است که در مسابقه جمهوری که در شهر خوجند برگزار میگردد اشتراک مینمایم. بار اول جای دوم را اشغال نمودم و این دفعه کوشش های خیلی زیاد نمودم، اما در فینال باختم. کوشش مینمایم که دفعه دیگر آمده چمپیون گردم. خیلی شهر خوجند به من پسند آمد. منتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانم که برای ما چنین شرایط را مهیا نمودند. ما باید بیشتر مشق نمایم و پرچم تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند بردیم. تنیس بازانی که در این مسابقه غالبیت به دست آوردند در مسابقه بین المللی اوید به تنیس که ماهی اکتبر در کشور مالایزی دایر می شود تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. مسابقه دیگری که ماهیت اجادی برنامه هفته ورزش در ولایت سوخت پیگیری کردیم در ناحیه باباجان غفوروف دایر شد. مسابقه کشادی ناحیوی اوید به گوشتین طرز آزاد میانی نورسان که به خاطر گرامی داشتی مربی شایسته تاجیکستان عبدالمجید عبدالسلاموف برگزار شد. در مسابقه مذکور 300 نفر گوشتینگیری نورس از قلمرو کشور و جمهوری به ما همسایه و همجوار ازبکستان شرکت ورزیدند. در تالار ورزشی جوانی ناحیه باباجان غفوروف مسابقه کشادی ناحیوی اوید به گوشتین طرز آزاد میانی نورسان بخشیده به 31 سالگی استقلال دولتی و گرامی داشتی خاطر مربی شایسته تاجیکستان عبدالمجید عبدالسلاموف دایر شد. در این چورابینی ورزشی نزدیکی 300 نفر ورزشگری نورس از شهر و ناحیه های ولایت سوخت، شهر دوشنبه و جمهوری به ما همسایه و همجوار ازبکستان شرکت ورزیدند. ورزشگران در این مسابقه در وزنهای از 23 تا بیش از 46 کیلوگرم روی میدان سبقت آمده ملکه و مهارت خود را نشان دادند. دستاوردهای نوعی باباجان غفوروف در این نمودی گوشینی طرز آزاد از خیلی پیشرفته ساده است. آینده حرکت میکنیم بسیارتر جوانان و کودکان را به این نمود جلب کنیم. بین همین کودک ها ورزشگران بهترین پیدا شود که آنها در مسابقه های جهانی المپی دولت ما را معرفی کنند. سال ششم است که در ناحیه باباجان غفوروف همچون انانه این مسابقه دایر کرده می شود. مهارت سنجی نورسان ورزش دوست هم شهادتگری آن است که آنها به این نمودی ورزش میل و رغبت به اندازه دارند و به این مسابقه با آمادگی خوب حاضر شدند. چورابینی ورزشی هم دوامی دو روز ادامه کرده در فرجام بهترین ها از جانب دستاندرکاران قدردانی کرده شدند. تماشابینان عزیز اکنون بر رویدادهای ورزشی شهر و ناحیه های ولایت ختلان متوجه می شویم که دوستداران زیادی ورزش را به هم آورد. نخست از مسابقه دوچرخه سواری میان کودکان و نورسان که در شهر کولاب دایر گردید گزارشمان را آغاز می کنیم.
هفته گذشته با تشبسی هفتواری جمعیتی و سیاسی پک در یک جایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب بخشیده به سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و گرامی داشت روزنامه‌نگار اصلی‌الدین دوستیف در مرکز شهر کولوب مسابقه و یا خود پایگاه دوچرخه سواری با اشتراک کودکان و نورسان برگزار شد. پیش از آغاز سبقت ها تاکید گردید که این مسابقه سالی دویم است که تشکیل او را اندازی کرده می شود. در جنبه است غالیبان و بهترین اشتراکیان را توفه های تحسیس نموده دستندرکاران انتظار است. همین طور در نوبت اول کودکانی تا 6 ساله با سه چرخه مسافه معین شده را طی کرده از جانب اعضای حکمان بهترین ها مشخص شدند. در ادامه چوربینی باشد نورسانی تا 9 ساله بین هم نیروسنجی کردند که در این میان دختران هم فعالانه شرکت ورزیده و گرفتنی مقام های افتخاری دست یافتند. باید گفت که در این سبقت ها همزمان کودکان امکانیت محدود داشتن زیر راهنمایی مربیان شرکت ورزیده به این چوربینی شکوه دیگر بخشیدند. در نهایت گروهی کودکان تا 13 ساله میانی هم سبقت کردند که در برابری پسران همزمان دختران نیز با یک مهارتی بلند تا به خط مره رسیدند. شورابینی که امروز برگزار گردید با در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب و که تشبسکاری اساسی این شورابینی خود هفتواری پایک بود بسیار یک شورابینی خاطرمان گذشته ایستاده است و این در این شورابینی که به خاطر 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و گرامی داشت خاطره استاد ژورنالیستیکای تاجیک محترم اصلی‌الدین دوستیف که سالهای دراز در شهر کولوب با قلم خیش با نوشته های خود مسئله های مبرم حیات جامعه را ذکر میکردند برگزار گردیده ایستاده است. مقامات اجرای حکومت دولتی شهر کولوب آماده است همه این تشبس های سازنده که به خاطر رشد جامعه روانه شده است همه وقت دستگیری نماید. در انجام مسابقه به هر کدام اشتراکچی افتخارنامه های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب و هفتوار جمعیتی و سیاسی پایک همچنین دوچرخه و دیگر تحفه های خاطروی دستندرکاران تقدیم کرده شد. باعث فرهمندی است که امروز در هر یک گوشه و کنار مملکت میدانچه های تازه بنیادی ورزشی بنیاد شده و موردی بهره برداری قرار گرفتند و در این میدانچه ها زود زود مسابقه های ورزشی هم برگزار میکردند. در همین زمینه در میدانچه های نوبنیادی باغ فرهنگی فراغتی ناحیه واسه با اشتراک 32 دسته مسابقه فوتبال خرد آغاز گردید. گزارش ما را از ناحیه واسه پیگیری نمایید. در میدان های تازه بنیادی باغ فرهنگی فراغتی ناحیه واسه مسابقه کشادی منطقوی آید به فوتبال خرد آغاز گردید که در این همایش ورزشی 32 دسته از کوچه و محله ها دهات دوردست تشکیلات اداره و دسته های هوسکاران اشتراک میکنند. گفته شد که در این مسابقه به غیر از دسته های ناحیه واسه و شهر کولوب اینچنین دسته ها از ناحیه های اطراف نیز اشتراک خواهند کرد. رفت برگزاری مسابقه را داوران درجه جمهوریوی حکمی می کنند و مسابقه از روی قاعده های فوتبال خرد گذرانیده می شود. مسابقه مذکور همه روزه بعد ساعت های کاری در یکی از میدانچه های تازه بنیادی باغ فرهنگی فراغتی ناحیه از ساعت 18 بیگاهی تا نیم شب ادامه می کند. بنابر اطلاع سرداور مسابقه نوردین ستاروف در این تدبیر ورزشی دسته های نورسان و جوانان، کلانسالان و سابقه‌داران هلبک واسه نیز اشتراک میکنند و بازی ها به طور گروهی دوام 15 روز راه اندازی گردیده دسته ها در 8 سر گروه به هم سبقت میکنند. بازی های مرحله گروهی این مسابقه تا آخر ماه ادامه می‌یابد و از هر یک گروه دو دسته به دور دیگری مسابقات راه یافته برای دریافت جام و نشانهای زرین مسابقه مبارزه می‌برند. بینندگان عزیز تشکر به شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. برنامه اطلاعاتی هفته ورزش را اینجا به پایان میبریم. برنامه های دیگری تلویزیونی ورزش ادامه دارند. در فضای صلح و ثبات کشور هم بار سلامت و سربلند و مسرور بمانید. خیر.